پیش اومدیم گفتیم یه کار خوبی که میتونیم بکنیم اینه که بیایم منابع معادل نویز در ورودی تعریف کنیم. دیدم مثلا یه ترانزیستور بایپولار رو که نویز داره رو میتونم بگم یه ترانزیستور نویزلسه، نویز نداره، اما رفتار نویزش رو با دو تا منبع مدل کنم، یک منبع ولتاژ ورودی ها، یکی منبع جریان ورودی نویز. دیدم منبع ولتاژ چی شد؟ منبع ولتاژ مثل اینه که نویز حرارت به دلتا اف، حالا نویز اسپکترال دنسیتیش، نویز حرارتی یه مقاومت معادلی است که این مقاومت معادله بودش آر بی به اضافه آر ام دوم، نه؟ یه همچین چیزی بودش که این داره به ما میگه که اگر میخواستم که اگر نویز دامیننت این منبع ولتاژ بود، چه موقع این منبع ولتاژ نویز دامیننت ترانزیستور این مدار هستش؟ وقتی که منبع ورودیم بله متشکرم آفرین، مقاومت منبع کمی داشته باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ وقتی میخوام نویز رو حساب کنم، حالا نویز در اثر ترانزیستور چون خود اینم نویز داره حساب کنم، اتفاقی که میفته این هر بقیه هم حالا میره جاهای دیگه، من میتونم معادله تونن این دوتا رو بنویسم، میشه میاد اینجا، این قابل صرف نظر میشه چون این کوچیکه ها، حاصل ضربشونم قابل صرف نظر میشه، اتفاقی که میفته اینه که نویز دامیننت ایشون میشه. اون موقع میبینم که خوب مدار رو به اندازه کافی در جریان بالا بایاس کنم که حداقل از این بشه صرف نظر کرد. اگه میتونستم آر بیرم کوچیک بگیرم برای ترانزیستورم بهتر بودش. این غالبا این اتفاق میفته، به خصوص تو مدارهایی که فرکانس بالاتر هستن آر اسشون غالبا کوچیک هستش. اگر نه به عکس آر اس بزرگ باشه، یه دونه چه میدونم اینسترومنتیشن امپلیفایری ساختم که میخواد یه ولتاژی رو که امپدانس داخلی بالایی داره رو اندازه گیری کنه، اون وقت حالا نویز دامیننت کی میشه؟ این آقای جریان میشه. مقدار جریان هم به دست آوردیم، دنسیته نویز هم نویز اسپکترال دنسیتی برای جریان رو به صورت معادل یه شات نویز نشون دادم. وقتی که این جریان معادل هم بودش، نویز جریان بیس ها، عمدتاً جریان معادل بیس، جریان بیس به اضافه جریان کالکتور تقسیم بر چی؟ بتا به قوه دو، بتای جی اومگا اندازش به قوه دو. میبینم این یه جریانی به من داد، نه که آی بی نویز یک روی اف رو، ببینید این آی بیه، این جریان معادلمه، این هم آی سیه، کافیه این دوتا رو مساوی قرار بدید، اینجا در میاد اف تی به جذر بیتای فرکانس، یعنی تو فرکانس های خیلی بالا بیتا صفر، فرکانس های نسبتا بالا این اتفاق، نسبتا بالا این اتفاق میفته. البته آی ایکویوالنت جریان معادل چی بود؟ نه که جریان بیس یه نویز یک اف هم داره، تو فرکانس های پایین این بالا هم میره، فرکانس که میاد بالا اوضاع خوب میشه بعد دوباره میره بالا، این هم جریان چیه؟ جریان معادل بود. اینجوری میتونم چی؟ وقتی یه ترانزیستور به هم میدی با معادل سازی جریاناش مسئله رو حل کنم. حالا یه مثال میزنیم با هم دیگه میبینیمش. همین کار رو برای ماسفت هم انجام دادید، شما دیشب به عنوان تمرین انجام دادید. اگه یه ترانزیستور ام او اس هم داشته باشم، یه ترانزیستور ام او اس یا حالا جی فت هم داشته باشم، اینو میتونم به صورت منبع معادل های ورودی نویزش رو اینجوری نشون بدم، نویز بعد دیگه ترانزیستور بدون نویز باشه. این کارم میتونم بکنم، حداقل قضیه اینه که یه بصیرتی شبیه آنچه که اینجا پیدا کردم میتونم پیدا کنم. اگر بخوام این کار رو بکنم برای ترانزیستورم در حالت عمومی، مثلا جی ام وی جی اس، نه اینجا وی جی اس، این خازن گیت سورس،
از امروز شروع میکنیم اینو خوندن، اونایی که یه چیزی از الکترونیک یک یادتونه دیگه همونقدر بسته، تمرین هم حل کردید، بعدا اینا رو بیشتر با هم یادشون میگیریم. این ترانزیستور همه چه نویز هایی دارم با هم دیگه مطالعه کردیم، دیدیم نویز درین دارم، ها نویز درین دارم، کی یادشه چی بود؟ چه نویز هایی داره جریان درین؟ نویز ترمال رو حتما داره، اصل داستانه ها، دو سوم جی ام، شات نویز هم که شما چی؟ نویز یک روی اف هم داره، نویز یک روی اف هم، فلیکر نویز هم داره، پس کی مثلا تقسیم ضرب در آی درین به اف. نه اگر جی فت بود، نه که تو جی فت گیت با یه پی ان جانکشن درست شده و جریان ریورس گیت هم، اون جریان گیت هم، اون هم یه نویز شاد نویزی اینجا به من میده، اسمشو میذارم اگه دلتون خواست جریان نویز جریان گیت. ما حالا جی فت دیگه کسی نمیسازه که استفاده بکنیم توی دنیای سیلیکون ها، حالا اگه داشتیم به هر حال این برای جی فت، فعلا نذاریمش برای ماسفت، تماشاش کنیم. این رو میخوام تبدیلش کنم به چی؟ تبدیلش کنم به منابع معادل ورودی، یعنی یه وی آی، یک دونه آی آی، بعد چی؟ سی گیت سورس دیگه. چی دارم؟ جی ام وی جی اس، نویز هم ندارم، خروجی ها رو اتصال کوتاه میکنم، خروجی ها رو اتصال کوتاه میکنم، میخوام جریاناشون رو مساوی بذارم که دو تا مدار معادل در بیان. اول برای منبع ولتاژ بکنیم، ورودی رو زمین کنیم، ورودی رو زمین کنیم، همون بازی که میکردیم که شما انجام دادید، من تونتون دیگه میگم. حالا اگر منبع، اگر جی فت هم داشتم منبع جریانه اینجا بود دیگه مهم نیست، اتصال کوتاه شده بود، فرقی قضیه‌مون نمیکرد برای منبع ولتاژ ورودی. حالا نویز این یکی رو بنویسم، نویز این یکی هست چی؟ کل نویز درین، نویز درین هم اینجا به دلتا اف الان نوشتیمش، نویز ترمال رو دارم دو سوم جی ام به اضافه نویز یک روی اف کی آی درین تقسیم بر اف. اون بر چی دارم؟ نگاه کنید دیگه، اون بر وی آی خود وی جی اس رو درست کرده، به جی ام وی جی اس، به جی ام وی جی اس ضرب شده، شده جریان خروجی، میشود وی آی جی ام، نه شده جریان خروجی به قوه دو میشه مین اسکوئرش، این هم قوه دوش. راضی این؟ انجام چون دادید دیگه میدونید چی میگه. از اینجا منبع معادل نویز ورودی حساب میشه، از اینجا ایشون ها میشود، حالا به دلتا افش هم بذاریم، اینم به دلتا اف بذاریم، از اینجا ایشون به دلتا اف میشود، طرف اینو به جی ام به قوه دو تقسیم کنیم، میشود چهار کی تی دو سوم یک روی جی ام به اضافه کی آی درین جی ام به قوه دو اف. راضی این؟ این تقسیم بر جی ام به قوه دو شد، شد این تیکه، این نویز یک روی اف، این نویز ثرمال هستش. اینم میتونم به صورت یه چی، یه مقاومت معادل بنویسم، اما از اینجا میتونم بگم نویزم، منبع معادل نویز تو ورودی رو به صورت 4 KT از اولی دارن دو سوم یک روی جی ام، از دومی هم دارم یه ضریب جدیدی، نه که اینو 4 KT ازش فاکتور میگیرم، این کیه، این کیه نیست، این یه کیه ضریبی بود ها، یه ز کیه یک اسمشو بذاریم ها، 4 K پرایم یک، حالا آی دی جی ام به قوه 2 اف. حالا نکته ای که جالبه اینه که اینو با ترانزیستور بایپولار مقایسهش کنید، یه چیز خیلی خوبی کشف میکنید. فرض کنید که چی هستش؟ فرض کنید فرکانس به اندازه کافی بالا باشه، این ترمم تازه حذف شه، یعنی نویز مدار کمی کمتر شه، اثر نویز یک افوم رو نبینیم. ها؟ ها؟ فرض کنید این اتفاق افتاده. حالا چیه؟ یه مقاومت معادلی دارم
مقاومت معادلی دارم اینجا که نویز حرارتی رو میده که این مقاومت معادله هست چی؟ 2/3 1/gm. مثل اینه که منبع ولتاژ وی آی نویز حرارتیه، یه مقاومتیه که اندازش هست 2/3 1/gm ترانزیستور جیفت هم یا ترانزیستور ماسفت هم. حالا با بایپولار مقایسهش کنید، کدومشون لو نویز ترن؟ بایپولار. از امروز حالا از جلسه دیگه خواهیم خوند که در شرایط مساوی معمولا جی ام ترانزیستور ماسفت یا جیفت خیلی کمتر هستش از جی ام یا جی ام ترانزیستور بایپولار. اصلا به همین دلیل که بایپولار رو هنوز دوستش داریم و ازش استفاده میکنیم ها، چون جی امش خیلی خوب هستش، چون نه که جی امش کمتره، در نتیجه این تیکه این مقاومته 1/gm خیلی بزرگتر هست در شرایط مساوی چی؟ با وقتی با ترانزیستور بایپولار مقایسش میکنم. مثلا کی پشتیده؟ کجا وایسادی؟ حالا انقدر علم و دوست داری بیا تو، دیر اومدی یا؟ کجا بودی؟ ها، مثلا بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا تو 1 میلی آمپر جی ام ای ترانزیستور بایپولار چقدره؟ چقدره؟ 40 میلی موه. آر امش میشه 25 اوم، این میشه 25 اوم دوم، مثلا اینم 50 اوم، این میشه مثلا 60-70 اوم، نه مقاومت معادل. توی ترانزیستور ماسفت یا جیفت به طور، حالا جیفت که دیگه نگیم، ماسفت تیپیکال به خیلی چیزا جی امش بستگی داره خواهیم دید، اما چی تیپیکال؟ مثلا 1 میلی مو دارم من توی 1 میلی آمپر. 1 میلی مو چقدر میشه؟ آر امش میشه 1 کیلو اوم. حالا 2/3 1 کیلو اوم من میشه مثلا 700-800 اوم. این مقاومت رو مقایسه کنید، 700-800 اوم و با این مقاومت 60-70 اوم، یه چیزی یه ضریب 10 فرق موضوع شد با این. تو این مثالی که حالا من زدم ها، یه ضریب 10 فرق موضوعه، یعنی چیه؟ به نظر میاد نویز اون، دانسیته نویزش 10 برابر بیشتر از این هست که چیه؟ ترانزیستور بایپولار رفتار نویز بهتری داره از ام او اس، این رو خوب میبینیم، به خصوص وقتی مقاومت منبع چیه؟ کوچیکه. یعنی چی؟ ما چی رو مقایسه کردیم؟ وی آی ها رو، منابع معادل ولتاژ رو مقایسه کردیم. وقتی مقاومت منبع کوچیک هستش، ترانزیستور بایپولار رفتار خیلی بهتری رو نشون میده نسبت به ترانزیستور ام او اس، این رو کشف کردیم. حالا بریم جلو، چی رو حساب کنیم؟ منبع جریان معادلم حساب کنیم توی ورودیمون، برای اینکه منبع جریان معادل حساب کنم چیکار میکنم؟ دو تا ورودی ها رو باز میذارم. حالا فرض کنید جیفت رو هم در نظر بگیرن دیگه، چاره ای نیست دیگه، از بگیریم، چون حالا بگیریم، استفاده ای برای جیفت نداریم، اما حالا چون تو سیلابس درسیتون نوشتیم منم میگم. حالا دو تا جریان رو مساوی قرار بدیم، یادتون باشه اسم اینم هست جریان گیت، مین اسکوئر جریان گیت بذاریم. حالا خروجی اتصال کوتاه این جریان ضرب در این امپدانس میشه وی جی اس رو درست میکنه، ضرب در جی ام میشه این جریان رو درست میکنه، با این جمع میشه از اتصال کوتاه میگذرن. خب انجام بدیم ببینیم چیه. میشه این جریان آی جی ضرب در 1/J C ω میشه، ضرب در این امپدانس میشه. حالا نگران جیش نیستیم، من که میدونم مین اسکوئر میگیرم و اندازه رو میگیرم، فازم در نظر نمیگیرم چون نویز دارم، نه. خیلی خوب، این میشه این ضرب در چی؟ این شد ولتاژم وی جی اس، ضرب در جی امش میکنم میشه این جریان، به اضافه جریان درینش میکنم که مین اسکوئرهاشون با هم جمع میشه، میدونم میشه این جریان. این ور چیه؟ اینجا بازه، دوباره جریان معادل ورودی ضرب در این امپدانس میشه، ضرب در جی ام میشه، میشه جریان خروجی. از اینجا جریان معادل ورودی ضرب در جی سی اومگا میشه، ضرب در جی ام میشه. دیگه چیز دیگه
ندارم. اگه دلتون میخواد مین اسکوئرشو بگیرید، مین اسکوئر این اصلا نویز اسپکترال دنسیتیش به دلتا اف هم تقسیم کنیم طرفین رو، ها میشه یک جی ام تقسیم بر سی اومگا به قوه دو ایمال این به اضافه ایشون به دلتا اف مساوی با این یکی، مین اسکوئر این به دلتا اف جی ام به سی اومگا، من بازیه دیگه. حالا جریان معادل رو حساب کنم طرفین رو به چی؟ به این تقسیم کنیم، میشود چی؟ از اینجا جریان معادلم به دلتا اف میشود این تیکه جریان نویز گیت به دلتا اف، اگر جی فت دارم ماسفت هم داشته باشم که اصلا ندارمش، به اضافه چی؟ جریان درین مین اسکوئر جریان درین دلتا اف تقسیم بر چی؟ این موجود که میشه سی اومگا به جی ام به قوه دو ضرب میشه. حالا ببین یه بحث خوبی من میتونم بکنم، بگم چی؟ میتونم بگم که نگاه کن جریان معادل مجموع دو تا جریانه، یکی جریان گیته یکی جریان درینه که به چی؟ به جی ام تقسیم بر سی اومگا به قوه دو تقسیم شده، درسته؟ اما همتون احتمالا نوشتین و خوندین که این جی ام تقسیم بر سی اومگا چیه؟ گین جریان چی هم ماسفته یا جیفته هستش. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جریانی ببین یه جریانی جریانی وارد میشه، ضرب در این امپدانس میشه، یه ولتاژ درست میکنه به جی ام ضرب میشه، جریان خروجی رو درست میکنه، میشه گین جریانم. واضحه؟ ما به عبارت دیگه مثلا توی فرکانس صفر که این امپدانس بی نهایته، گین جریانم هم بی نهایته. در حقیقت اگه شما توی مداری که اتصال بازه جریان بخوای فورس کنی چه اتفاقی میفته؟ خب ولتاژت بی نهایت میشه دیگه، آر بی نهایته. ها حالا فرکانس یه ذره بری بالا که این بی نهایت نباشه، چی میگه؟ یه ولتاژ درست بزرگی درست میکنه به جی ام ضرب میشه، یه جریان بزرگ درست میکنه، به این میگم گین جریانی که خیلی زیاده، نه که ورودی اتصال بازه تقریبا حالا با یه خازن. ها در نتیجه میگیم گین جریان خیلی بزرگه، یعنی جریان درین نویز درین به گین جریان تقسیم میشه میاد تو ورودی، نه که گین جریان خیلی زیاده. میتونیم حالا اگه دلمون خواست با تقریب بگیم اصلا از اینم میشه صرف نظر کرد، یعنی این نویز تقریبا چیه؟ دو کیو آی جی به دلتا اف هستش. قانع شدید از حرفی که زدم؟ حالا اینو وقتی که با نویز جریان ترانزیستور بایپولار مقایسه میکنیم کدومشون بهترن؟ میبینیم ماسفته یا جیفته بهتر هستش. علت اینه که جریان معادل یکی خیلی کوچیکتر، این جریان ریورس چیه؟ گیت هستش. اگه ماسفت میگرفتم که صفره، حالا صفر صفر نبود چون این تیکه رو می‌داشتیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی وقتی امپدانس منبع بزرگ هستش و در نتیجه اون کسی که نویز دامیننت رو تولید میکنه این منبع جریان ها هستن، منبع جریان ها هستن، تو اون وضعیت میبینم که رفتار ترانزیستور ماسفت بهتر هستش یا رفتار ترانزیستور جیفت بهتر هستش از کی؟ از ترانزیستور بایپولار. معمولاً توی کیسی که یه منبعی دارم که امپدانس داخلیش زیاده، ها امپدانس داخلیش زیاد، مثل یه پروبی یه سنسوری که امپدانس زیاد داره، مثال زدم براتون این داستان EEG و ECG و اینها رو مثال زدم که امپدانس چی؟ پروبشون بالا هست، امپدانس سنسوری که اندازه‌گیری رو انجام میدیم بالا هستش. تو این موقع ها این ماسفته بهتر، نویز بهتری رو، رفتار نویز بهتری رو داره نسبت به کی؟ نسبت به بایپولار. غالبا اینجا کیسی است که وقتی مقاومت منبع بزرگه، کیسی است که لو فرکانس هم هستش بعضن، ها تو کیس های اینسترومنتیشن اینجور اتفاق میفته، تو وقتی که امپدانس منبع بزرگ هستش میبینم ماسفت رفتار بهتری حالا
یا تو دنیای دیسکریت جی فت رفتار بهتری از خودش نشون میده نسبت به بایپولار. این هم میشه مقایسه این دوتا دیوایس که ازشون بگذاریم. میخوام یه مثال براتون حل کنم. میگم این عدد خیلی میگم جی ام به سی اومگا عدد خیلی بزرگیه ها، گین جریانه. باور نمیکنی بذار حسابش کن. جی ام تقسیم بر سی اومگا ببینیم چه عددیه. در حقیقت جریان درین وقتی که میاد تو ورودی به این عدد تقسیم شده. میبینی سی اومگا به جی امه، جی ام به سی اومگا به قوه دو رو بذار حساب کنیم برای یه ترانزیستور تیپیکال. چطوره، موافقی؟ جی ام شو چقدر بگیرم خدا رو خوش بیاد؟ چی؟ یه میلی موم. میگه خودت الان گفتی یه میلی موم تیپیکال. باشه یه میلی موم، 10^-3. راضی؟ خازن گیت سورس رو چقدر بگیرم؟ تیپیکال. نه این دو پیکو که یه قول بیشا خودم میشه تیپیکال. امروز از امروز شروع میکنیم یا از جلسه دیگه شروع میکنیم؟ مثلا 50 فمتوفاراد. وقتی که به پیکو فاراد میگید لابد این ترانزیستورهای دیسکریتی که تو جی فتایی که تو آزمایشگاه گیر آوردی، حالا اونم برات حساب میکنه. بذار یه تیپیکالش اول حساب کنه. این 50 فمتوفاراد، 50^-10^-15. گفتیم اصلا وقتی امپدانس منبع بزرگی، یعنی مدار لو فرکانس اند اینسترومنتیشن، از اینا اندازه گیری میکنم. مثلا فرکانس رو چقدر بگیرم دوست داری؟ 2π. اگه خیلی پایین بگیرم که این خیلی بزرگ میشه، قضیه حل. اصلا تو دی سی این بی نهایته، اینم که تقسیم بی نهایت شده صفر میشه. خیلی خب، حالا ما دی سی نگیریم که شما اوقات تلخ نشه. بگیریم 1 kHz. از فرکانس چی؟ این قلب و اینام یه خورد بیشتره. باش 1 kHz ضرب 10^3. ببینیم این گین جریانه چقدر میشه. این میشود 10^-15. با این میشه 10^-12. میاد توی صورت میشه 10^-9. به اضافه 9. قبوله؟ تقسیم بر این با این میشه 100، میشه 300. اینم بگیرم 1000 × 300 میشه 3^10^6. 3 میلیون. بسته. اگر فرکانس رو میگرفتم 1 Hz این میشد 3 میلیارد. اگر صفر میگرفتم میشد بی نهایت. میبینی گین جریان زیاد هستش. مال اینه که این امپدانس خیلی بزرگه. میبینی اصلا بزرگ شدنش بابت چی شد؟ بابت این شد که این سی اومگا چی هستش؟ مقدار کوچکی هستش. حالا اگر شما مثلا میگرفتمش 1 pF، خازن بزرگ گیت سورس، یه دیوایس بدقواره بزرگ دیسکریت مثلا داشتید، یا یه دیوایس پاور مثلا نزدیک های پاور داشت، 20 برابر این خازنه بزرگتر میشد 1 pF. این به جای 3 میلیون میشد چقدر؟ میشد 1.5 × 10^5، 150,000. میشد هنوز خیلی خیلی بزرگ بود. قانع شدی چی میگم؟ یه مثال حل کنیم، این خاصیت این منابع معادل رو با هم یاد بگیریم. میبینی چیز به درد بخوریه، گرچه ما اینجا برای ترانزیستور گفتیم اما به طور عمومی قابل استفاده هستش. من این مثال رو به عنوان خاتمه مبحث نویز میزنم تو الکترونیکس. ما تو سیماس خیلی بیشتر راجع به نویز صحبت میکنیم. به نظر من اینجا بسه، انقدر که آشناشید باهاش کافیه. میخوام یه مثال براتون بزنم. چه عقب افتادی بپرس از من آقای شما به بغل دستی تو آره عقب افتادی بپرس. اگر فرکانس رو خیلی خیلی بالا باشه نه دیگه هست نمیشه، طبیعیه دیگه. اون اومگا خیلی بزرگ شه اون گینه کوچیک میشه. اما حالا اینکه من با یه مقاومت منبع بزرگ تو چه فرکانس های بالایی کار میکنم جای صحبت داره. توجه کنید که یه قطب ورودی دارم که این قطب ورودی با خازن گیت سورس ساخته میشه و مقاومت منبع هم دیگه. حالا وقتی که مقاومت منبع خیلی بزرگه من خیلی فرکانس بالا نمیرم، چون این قطب فرکانس پایینه، زودی که حالا قضیه رو میکنه گینی دیگه نخواهم داشت.
یه مثال بهتون بزنم خاصیت این منابع معادل ورودی رو با هم دیگه یاد بگیریم یه خورده. غالبا بچه ها میان، حالا می اومدن این سوال از من میکردن، آقا من یه پروژه دارم، یه جایی به یکی به هم داده، میخوام یه سیگنال کوچیکی رو اندازه گیری کنم. رفتم تو آزمایشگاه، همین آپامپه که شما تو آزمایشگاه استفاده میکنید، یک آپامپ 741 رو گرفتم، اومدم یه گین خوبی براش درست کردم، خواستم چیکار کنم؟ تقویت کنم. حالا یا اینورتینگ یا نان اینورتینگ خواستم این رو تقویتش کنم، هیچ فرقی نمیکنه داستان برای ما. اشکالی که پیش اومده این هستش که این آپامپ من خودش نویز داره دیگه، توش پر از ترانزیستور، 30-40 تا ترانزیستور و مقاومت و اینها داره. نویز این انقدر زیاده که مینیمم دیتکتبل سیگنالم ها بزرگتر هست از سیگنالی که من میخوام تقویت کنم. حالا هر کدوم دلتون میخواد این اولی که اشتم اینو بذارم ها، من یه وی آی دارم میخوام تقویت کنم، اما خود این آپامپ وقتی ورودی رو زمین میکنم انقدر تو خروجیش نویز داره، مینیمم دیتکتبل سیگنالمو داره بهم میده، که وقتی این تقویت میشه میخواد بیاد تو خروجی، از این هنوز کوچیکتره، در نتیجه من سیگنالمو نمیبینم. حالا تو به من بگو چه آپامپ دیگری به جای 741 استفاده کنم که این بتونم این سیگنال کوچولومو تقویت کنم. این سوالی است که نه بچه‌ای که تو آزمایشگاه کار میکنن غالبا میان میپرسن. فهمیدین موضوع رو؟ ها میخوام بیایم ببینیم که غالبا هم معلوم میشه که اینها آپامپشون نبوده که مشکل نویز درست کرده، خودشون بودن که مشکل نویز درست کردن. یعنی چی؟ خوب مدارشون رو نبستن، مدارشون به دلایل دیگری این رفتار رو تو خروجیش نشون میده. بیان با هم دیگه میخوایم حساب کنیم، اگه یه 741 رو بگیرم، یه سیگنال کوچیک رو بخوام باهاش تقویت کنم، ها این خودش چقدر نویز تولید میکنه، چه سیگنالی رو میشه باهاش تقویت کرد؟ نه سوال پرکتیکال و خوبیه. موافقین اینو حل کنیم، این مسئله رو حل کنیم؟ نه امید بکنید. میخوام ببینم کوچکترین سیگنالی که با یه 741 میشه تقویت کرد چقدر هستش. بیام اول یه مدار ببندیم، یه آیه 741 خریدیم میخوام تقویت کنیم، فرض کن گینش میخوام باشه زیاد، چرا لابد یه سیگنال کوچیک میخوام تقویت کنم دیگه. مثلا گینشو بگیریم 1000، میتونستم 100 هم بگیرم هیچ فرقی نمیکنه. حالا 1000 دوست دارین؟ خب حالا برای گین 1000 اینو چقدر بگیرم؟ اینو چقدر بچه ها چقدر بگیرم؟ بگیرم 1 و 100 و، دوست دارین؟ چیه؟ گین 1000 ببخشید 1000 و، راضی این 1 و 1000 و؟ چی سرتی تکون میدی راضی هم؟ من ناراضی هم، عیبش چیه؟ عیبش چیه؟ مقاومت ورودیش کم، میگه که این منبع شما، منبع سیگنالی که میخواید تقویت کنید مقاومت ورودی مدار رو چقدر داره میبینه؟ 1 اوم داره میبینه. اینجا که زمینه، نه زمینه مجازیه، در نتیجه چیه؟ این مقاومت که میبینه غالب منبع ها دوست ندارن مقاومت به این کوچیکی ببینن. خب بزرگش کنیم، مثلا چقدرش کنیم؟ 1 کیلو خوبه؟ خب اینم باید 1000 برابر کنم دیگه، اینم بشه 1000 کیلو. او راضی این؟ دیگه این مقاومت خیلی کوچیکی نمیبینه، اینم شد 1000 کیلو، 1 مگا او. یه خورده مشکوک بهش نگاه میکنه، چون به نظرتون میاد مقاومت بزرگه، مگه چه عیبی داره یه مقاومت بزرگ اینجا؟ ها؟ چه؟ نو نه نه ایشون نگرانه، همه تون مقاومت بزرگ گذاشتم، چپ چپ نگاش کردید گفتید نکنه این نویز ثرمال زیادش مدار منو بریزه به هم. بذار اینو بگیریم، اگه گیرمون انداخت کوچیکش میکنیم، موافقید؟ حالا 1000 کی بگیریم، 1 مگا اوهمو بگیریم، بعد ببینیم که چی میشه. خب حالا میخوام نویز حساب کنم. ببین یه راش اینه که این آقای 740 که ما 30-40 تا مقاومت و ترانزیستور رو اینا داره، تمام منابع نویز رو بذارم میشه چقدر؟ مثلا 100 تا 150 تا منبع نویز. بعد بیایم 150 بار از هر منبعی به خروجی رو حساب کنیم، جمع آثار کنیم. خب طول میکشه، کار سختی نیست. به جای اون
یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم که اگه من منابع معادل نویز 741 تو ورودیش میدونستم، دو تا منبع بیشتر نمیداشتم دیگه. میتونم برم سراغ دیتا شیت، میبینم که اون کارخونه‌ای که اینو ساخته برای من تو دیتا شیت چیه، منابع معادل نویز رو به من داده که 741 اگر همه اون نویز رو حساب کنیم به ورودیش نسبت بدیم چقدر نویز داره. یعنی یه آقای 741 رو اینجوری نشون داده برامون، ها میگه این منبع ایدئال، مثلا این آپمپ ایدئال دو تا منبع نویز داری شما تو ورودیت. اینا رو من بهت میدم. حالا حدس میزنید این منابع نویز وقتی که توی دیتا شیت 741 نگاه میکنیم تابع فرکانس هستن، یعنی هم منبع ولتاژ این شکلیه با فرکانس میاد پایین به خاطر نویز 1 رو افش، نه؟ اینجا هم نویز هم هستش. این مثلا منبع نویز هم منبع VI مین اسکوئر VI به دلتا F، این فرکانسه. هم منبع جریانه رو اینجا بغل این بذار بکشم، هم منبع جریانه به دلتا F اینجوری میاد پایین بعد ثابت میشه. من چیکار که شما که بلدید این رو میتونید که معادله فرکانسیشو بنویسید، مثلا تک قطبی هر دوشو بنویسید بعد انتگرال بگیرید. من برای اینکه زود کارم تموم شه یه کلکی میزنم، میام متوسط میگیرم فعلا برای اینکه یه زودی یه چیزی رو حل کنیم ببینیم چیه. من متوسط این دوتا رو گرفتم، رفتم دیتا شیت رو نگاه کردم، گفتم تقریبا متوسط گیری کنم چقدر میشه نویز. میام میگم با متوسط گیری این رو مین اسکوئر وی آی به دلتا اف نویز اسپکترال دنسیتی منبع ولتاژ ورودی معادل ورودی 741 رو من الان می اومدم کلاس رو دیتا شیت نگاه کردم اومدم همینجور شانسی با چشم به نظرم اومد مثلا 10 به قوه منهای 15 ولت به قوه 2 پر هرتز عدد خوبی میشه یه همچین چیزی. برای اینکه مسئله رو ساده کنم نمیخوام انتگرال گیری و اینا بکنم، زودی یه احساسی پیدا کنیم از رفتار نویز اینها. منبع جریانه چقدره؟ مین اسکوئر این به دلتا اف سپکترال دنسیتی این یکی هم هست 10 به قوه منهای 24 من خوندم همین با چشم خیلی دقت نکردم، آمپر به قوه 2 پر هرتز. فرض کنیم اینا درسته، حدودا اینا رفتار نویز 741 رو دارن مدل میکنن. حالا اگر این دوتا اینجوری باش دوتا منبع نویز برای 741 هم داشته باشم میخوام چیکار کنم؟ نویز خروجی مدار رو حساب کنم. موافقین؟ ببینیم چقدر نویز تو خروجی دارم. راضین؟ بیایم حساب کنیم. همه این منابع نویز رو باید بذاریم توی مدار. بذارم ببینم چی میشه. این آقای 741 هم دو تا منبع نویز داره، آخر سر میکشم. یه مقاومت تو ورودیم دارم. ایشون یه منبع نویز داره. یه دونه مقاومت هم تو خروجیم دارم. این هم یه منبع نویز داره وی او اینجا هم که زمینه، نه؟ این آر دو 1000 کی 1 مگا او، این هم آر 1 1 کیلو او. منابع ولتاژ نویز، منابع نویز هم رو بذارم، یکی اینه اسمشو بذارم نویز مربوط به مقاومت آر 1، اسمشو میذارم مین اسکوئر وی 1، این رو میذارم اگه دلتون میخواد وی 2، آپمپم یه منبع ولتاژ اینجا داره وی آی مین اسکوئرشو میذارم، یه دونه منبع جریان داره آی آی. راضی؟ بذارید مقادیر رو بنویسیم ببینیم چیه. برای آپمپ هم که نوشتم، برای آر یک و آر دو بنویسم مین اسکوئر وی یک به دلتا اف هست 4 کی تی آر یک، این هم میشه 1.6 ضرب 10 به قوه منهای 20 آر یکم هم که 1000 اوهمه میشود 1.6 10 به قوه منهای 17 ولت به قوه 2 پر هرتز. این مال آر یک. آر دو 1000 برابر بیشتره چون مقاومت 1000 برابر بزرگتره. وی دو تختش خرابه، این نقطه ها رو داره پاک نمیشه. مین اسکوئره وی دو به دلتا اف هم
هست 4KT R2، این خیلی بزرگه دیگه، 1000 برابر مقاومت بزرگتره، 1.6 × 10^-20 مقاومت هم 1 MΩ 10^6، این هم میشود 1.6 × 10^-14. راضی؟ 1000 برابر بزرگتر نویزش. این همه منابع نویزم شد دیگه، بازی آسونه دیگه، بیایم دونه دونه این منابع رو بگیریم نویزشون رو تو خروجی حساب کنیم. راضی؟ با R1 شروع کنیم. R1 نویز که میشه چی؟ V1 دیگه، مین سکویره V1 به دلتا F. با این نویز اینو میخوام حساب کنم. مدارم چجوریه؟ نگاه کنین دیگه، این V1ه، این R1ه، آسونه قضیه، این آپمپ همه R2، اسم اینو میذارم VO1، یکی یکی حساب میکنم میام جلو. از اینجا VO1 هستش V1 R2 به R1، منهاشم بذارم گرچه مهم نیست، نه که نویز دارم حساب میکنم، فاز قضیه که برای ما حالا میذارم منهای R2 به R1. خوبه؟ از اینجا این میشود منهای R2 به R1 که میدونم 1000 دیگه، گین هم هستن، میشه منهای 1000 V1، یا اگر دلتون میخواد مین اسکوئر خروجی به دلتا F میشود 10^6 E1 V1 به دلتا F. نه؟ ببین چی داره میگه بچه ها؟ داره میگه نه که R1 تو ورودیه نویزش به گین ضرب شده اومده توی خروجی، در نتیجه VO1 رو همینجا میتونم حسابش کنم، نویز اسپکترال دنسیتی به دلتا F میشود 10^6 ضرب در اینها، نویز R1 رو دارم، 1.6 ضرب در 10^ منهای 17. چقدر نویز درست کرده؟ این با این میشود 1.6، مواظب باشید من خرابکاری نکنم، منهای 11 ولت به قوه 2 پر هرتز، این یک VO1 هم شد. حالا نویز مقاومت R2 رو حساب کنیم، بزرگه رو که خانم خلیلی هم نگرانش بود، حساب کنیم 1 MΩ دیگه حساب کنیم. پس اثر V2 رو تو خروجی میخوام حساب کنم، مدارم رو دوباره میکشم R1 دیگه، اینا رو نویزشون رو در نظر نمیگیرم، جمع آثار دارم میکنم، R2 این V2، نه؟ اسم اینو میذارم VO2، این میشه مداره. VO2 چقدره بچه ها؟ بگید زود مساوی با؟ آفرین به شما. چجوری گفتن بچه ها؟ آفرین، میگن اینجا که صفره آپمپ دیگه، نه؟ اینجا هم که صفره، این دوتا مساوی هن. ها اینجا که صفره، این هیچ جریانی نمیکشه، اگه جریان این صفره جریان کل اینجا صفره، چون راه دیگه نداره بره، اگر جریان از اینجا تا اینجا صفر، اینجا که صفره، این جریان هم که صفره و افت ولتاژ رو این ندارم، منهای VO2 به اضافه V2 مساوی صفر، یا KVL دیگه بلدین دیگه، از اینجا VO2 میشه V2، یا نویز اسپکترال دنسیتی شون مساویه، میشه چقدر؟ میشه 1.6 ضرب در 10^14 ولت به قوه 2 پر هرتز، نویز R2 تو خروجیه. میبینی چی شد؟ میبینم R1 نویز بیشتری تو خروجی درست کرده تا R2، علتش چیه؟ 1000 بار یادم باشه R1 تو ورودی نشسته، ها؟ به گین به قوه 2 که نویزش اسپکترال دنسیتی ضرب میشه میاد تو خروجی، ها؟ خیلی 1,000,000 برابر بزرگ میشه گین به قوه 2، اما این مقاومت خودش 1000 برابر بزرگتر بوده، همون قدم نویزش تو خروجی ظاهر میشه، در نتیجه 1000 برابر از این بزرگتره، اون نسبت 1,000,000 به 1000، نه که تو ورودی نشسته، ها؟ به گین ضرب شده اومده تو خروجی، نویزش
اثرش بیشتره. در حقیقت وقتی که آر دو رو بزرگ گرفتی، نه که گین هزاره، آر یک رو داری بزرگ مجبور میکنی بزرگ شه. اما آر یک رو مجبور بودم بزرگ کنم، چون ایشون چیه؟ دوست نداره مقاومت کوچیک ببینه. به هر صورت اینه که نویز من رو خراب میکنه. خب حالا خود آپمپ بیایم با چی منبع ولتاژ شروع کنیم برای آپمپ؟ مدارم چه شکلی میشه؟ اون وقت میشه R1 منبع ولتاژ VI، آپمپ هم R2، این میشه VO3، نه؟ نویز در اثر VI و اسمشو گذاشتم VO3، این هم میشه مدارم. حالا اینو حسابش کنیم ببینیم که نویز خود آپمپ تو خروجی چجوری ظاهر میشه. کاری نداره که، مگر نه اینکه اینجا صفره، اینجا هم صفره، نه؟ آپمپ ایدئاله دیگه. اگر اینجا صفره، اینجا هست وی آی، نه؟ حالا من پولاریتیش مهم نیم، منهای وی آی هم میذاشتم فرقی نمیکرد، اما اگه این پولاریتی رو بگیرم اینجا میشه وی آی، فرقی نمیکرد، به قوه دو میرسه دیگه، یه منها. اگر اینجا وی آی، این جریان چقدره؟ وی آی به آر یک، درست گفته؟ از کجا میگذره؟ از اینجا میگذره، نه؟ پس افت ولتاژ دو سر ایشون چقدره؟ هست آر دو زر در جریانش وی آی به آر وان، قبوله؟ حالا که یه کی وی ال بنویسیم، اینم وی او سه، منهای وی او سه، اینجوری دوست دارید؟ به اضافه این ولتاژ میشه به اضافه منهای آر دو به وی آی به آر یک، راضی؟ چیکار کردم من؟ به اضافه منها نداره دیگه، از این جهت دارم میرم. این پایین بذاریم که حواس منها بذاریم، جریان این وریه، آر دو ضرب در جریانش به اضافه وی آی مساوی صفر، از اینجا وی او سه میشود وی آی در یک به اضافه آر دو به آر یک. بیشترتون بلد بودید تو آپمپ و اینا تو الکترونیک یک مدار یه جا خوند. اگر دلتون میخواد وی او سه هستش وی آی ضرب در یک به اضافه آر دو به آر یک که هزاره، میشه هزار و یک. مین اسکوئرشون یا نویز اسپکترال دنسیتیشون به دلتا اف میشود نویز اسپکترال دنسیتی ایشون منبع معادل ورودی ولتاژ ضرب در 1001 به قوه 2، این هم میشه یه میلیون دیگه، میشود 10 به قوه 6 وی آی به دلتا اف. خب این چقدر بود؟ 10 به قوه منهای 15، این هم میشود 10 به قوه 6 ضرب در 10 به قوه منهای 15 ولت به قوه 2 پر هرتز، این میشه چقدر؟ 10 به قوه منهای 9 ولت به قوه 2 پر هرتز، اینم یکی. بریم جلو بعدیش، آخریه دیگه. اینا رو حال بذار باشن فعلا. آخری اثر نویز منبع جریان، نویز معادل جریان آپمپ در ورودی، مدارم چجوریه؟ R1 آپمپ هم R2، این هم هست VO4، راضی؟ یه منبع جریان اینجا دارم آیه، این همه جور میتونم حل کنم، یه جور که میتونم حل کنم اینه که اینجا صفره، اینجا هم صفره، جریان ایشون چقدره؟ صفره. در نتیجه این جریان آی این همش داره کجا میگذره؟ از ایشون داره میگذره، از آر دو. حالا یه دونه کی وی ال مینویسم، منهای وی او چهار به اضافه آر دو آی این مساوی با صفر،
یا وی او چهار مساوی با آر دو آی این، یا نویز اسپکترال دنسیتی برای خروجی در اثر منبع جریان معادل ورودی هست آر دو به قوه دو مال ایشون. این چقدر میشه؟ از اینجا هم وی او چهار مین سکوئرش به دلتا اف میشود آر دو به قوه دو بود 10 به قوه 6 به قوه 2 یه مگا آم. درست گفتم؟ ضرب در آیه این 10 به قوه منهای 24 آمپر به قوه 2 پر هرتز. این میشه چقدر؟ از اینجا هم وی او 4 به دلتا اف میشود 10 به قوه 12 10 به قوه منهای 12 ولت به قوه 2 پر هرتز. راضی این؟ حالا نویز خروجی رو حساب میکنم. میگم نویز خروجی، نویز اسپکترال دنسیتی هست مجموع همه نویزا دیگه مین اسکوئرشون به اضافه اینا که در اثر مقاومتان، این در اثر منبع معادل ولتاژ آپمپ، این هم در اثر منبع جریان معادل آپمپ. حالا مقادیرشو بذاریم. از اینجا نویز خروجی به دلتا اف میشود مقاومت آر یک و شیش ضرب در 10 به قوه منهای 11 ولت به قوه 2 پر هرتز. این آر یک به اضافه آر دو 1.6 ضرب در 10 به قوه منهای 14. این بیچاره از همه کوچولوتر هم در اومد، اینجور بهش تهمت زدید اول کار. آر دو منبع ولتاژ معادل آپمپ چقدر در آوردیم؟ 10 به قوه منهای 9. درست میگم؟ 10 به قوه منهای 9 ولت به قوه 2. این در اثر وی آی و منبع معادل جریان 10 به قوه منهای 12 ولت به قوه 2. جمعشون کنیم. اولا ترتیبشون رو میبینید، اون کسی که از همه بیشتر نویز خروجی رو خراب کرده خود آپمپ هست. منبع معادل نویزش خیلی زیاده اثرش تو خروجی، بعدیش آر یکی که تو ورودی نشسته، بعد منبع جریان معادله، بعد چیه؟ بعد ایشون. خیلی خوب، اینا رو بخوام جمع کنم گفتم همه شونو با یه اکسپوننت بذاریم. میبینی عمدتا اینه که خودشو داره نشون میده. این میشه پوینت صف ممیز صف یک شیش ضرب در، بذار آبی بنویسم اینو همه رو با یه دونه توان دارم بنویسم، صف ممیز صف یک شیش ضرب در 10 به قوه منهای 9. این که اینقدر کوچیکه ولش کن، این یک ضرب در 10 به قوه منهای 9، اینم صف ممیز صف صف یک ضرب در 10 به قوه منهای 9. لذا حالا شما با ماشین حساب میتونید دیگه تا چندین رقم اعشارش هم حساب کنید. این میشود میبینی میشه یک ممیز صفر یک شیش هم با این یکه میشه 7 ضرب در 10 به قوه منهای 9. میشد کاملا صرف نظر کرد. میبینی بنویسم یک ضرب در 10 به قوه منهای 9، آپمپ خودش به طور اصلی نویز خروجی رو چی درست کرده دیگه، چی خوب نیستش. این چیه واحدش؟ این هست 10 به قوه منهای 9 ولت به قوه 2 پر هرتز. حالا ببینیم آقا اگه ولت متر بذاریم چقدر میخونیم، چیکار کنم؟ امید اینو میخوام، میشه ضرب در دلتا اف. دلتا اف رو چقدر بگیرم؟ خدا رو خوش بیاد بگیم ببینم چقدر بگیرم. نه زیاد گفتی، یه مگا یک کی پنج کیلو ده کیلو همه چی داریم. خب از کجا یک کیو در آوردی؟ با بچه ها گوشی، آره داریم آفرین به شما داریم میرسید. خوبه من صبر میکنم تا تختمو پاک میکنم، شما بگید مسیرتون درسته. یک کی درسته، از کجا آوردیم؟
کمک میکنم. آخ نه خیلی راهی سخت گرفتید. اگه یه 741 و یونیتی گین فیدبک بهش اعمال کنم اینجوری، پهنای باندش چقدره؟ یادتون نیست؟ یک مگاهرتز ها، 10^6 هرتز پهنای باند 741. حالا به من بگید که دلتا اف چقدر بگیرم؟ چقدر بگیرم؟ یک کی دیگه، 1 مگاهرتز تقسیم بر گین 1000 میشه چی؟ بچه هایی که دنبال قطب 5 هرتز و اینام رفته بودن همین کار رو تو ذهنشون بود، میگفتن چی؟ این 741 هم این قطب فرکانس پایین هم بعد از کامپنسیشنه، این تقریبا 1 مگاهرتزه، حالا یه خوب کمتره. حالا ما با گین 1000 که گرفتیم میگیم 1000 ضرب در پهنای باندی که دنبالش میگردم هست 1 ضرب در 1 مگاهرتز میشه چقدر؟ 1000 دلتا اف هم تقریبا. در نتیجه دلتا اف هست 1000 برای 741 وقتی با گین 1000 کار میکنم. از اونجا ولتاژ هم اینجا بنویسیم، از اونجا مین اسکور ولتاژ هم هستش 10^-9 ضرب در دلتا اف 1000 هرتز، این میشود چقدر؟ 10^-6. رازین از اینجا ولتاژی که با ولت متر امید میخونی هست، جذر اینو دارم میگیرم، 10^-3 چی؟ واحدش چیه؟ ولت آر ام اس، 1 میلی ولت، 1 میلی ولت آر ام اس. راضی؟ یعنی اگر بچه ها یک خیلی نزدیک به واقعه، با اینکه من چی اون اوریج گیریه برای نویز 741 رو کردم، نه؟ بعد انتگرال میگرفتم، نزدیک به واقعه. اگه یه 741 رو با گین 1000 ببندید، با گین 1000 ببندید، ورودیش رو زمین کنید، خروجیش رو تماشا کنید، 1 میلی ولت آر ام اس نویز دارید. یعنی اگه با پروب اسکوپ رو بذارید اینجا، بیم اسکوپ چجوریه؟ دامنش 1 میلی ولت مثلا، این نویزه توش هستش. خیلی خوب، مینیمم دیتکتبل سیگنال هم چقدره؟ چقدره؟ 1 مایکروولت مینیمم دیتکتبل سیگنال هم. یعنی در ورودی وی این هم چقدره؟ وی اینه مینیمم دیتکتبل سیگنال هم هست 1 میلی ولت آر ام اس تقسیم بر گین 1000 میشه 1 مایکروولت آر ام اس. پس تا 1 مایکروولت رو میتونم ببینم. اون تا حالا توی 1 مایکروولت چیه؟ سیگنال به شدت نویزیه، نویز آر ام اسش به اندازه آر ام اس سیگنال هم هست، اما هنوز میتونم ببینمش. اگه بگم 10 مایکروولت دیگه خوبه دیگه، سیگنال هم 10 برابر شده. 100 مایکروولت دیگه حتما خوب قشنگ اندازه گیری میکنم. ها؟ پس یه حسی پیدا کردم که چیه؟ که مینیمم دیتکتبل سیگنال هم چیه؟ من چند نکته بگم براتون قضایر پرکتیکال. حالا من نگاه کنید، ببینید اگر میخواستم نویز رو دقیق حساب کنم باید چی کار میکردم؟ مثلا وی آی، نه که اینجا نویز دامیننت عمدتاً هم منبع ولتاژ هستش، باید وی آی هم اینجوریه، یا میومدم میگفتم این رو با یه قطب یه رابطه تک قطبی براش مینوشتم، حساب میکردم، انتگرال میگرفتم که بلدم، درجه 2 هم میشد بر حسب فرکانس، سخت نبود، خیلی مسئله خوبی برای امتحانتون. یا اینکه یه کار دیگه میکردید، میومدی تیکه تیکه هر میکردی، مثلا میگفتی من اینو تقریب میزنم این موجود رو با یه همچین چیزی. ببینید تقریبا خیلی بدم نیستش، مثلا این آبی هم اینو داره تقریب میزنه، به جای اینکه این کاری که من کردم متوسط گیری، میگم تو این محدوده انقدر، تو این محدوده انقدر، تو این محدوده انقدر، تو این محدوده، تو این محدوده، تو این محدوده هم ثابت. حالا شما تو سه تیکه میکردید، میگفتید برای انقدر دلتا اف این نویزم، برای انقدر دلتا اف این نویزم، برای بقیهش هم این نویزم. اینجا 1 کیلوهرتز بود مثلا، نه این کارم میتونستید تقریب بزنید بکنید. این یه نکته.
در عمل من چی؟ اگه بهتون یه مسئله مثلا توی امتحان بدم، میام رابطه اینو تک قطبی میدم، با فرکانس میفته تا یه جایی. بعد شما باید یه انتگرال گیرگی کنین، یه نمره مفت بگیرین دیگه، یه انتگرال باید بگیرین. ریاضی یک. حالا اصل قضیه رو بهتون بگم. ببینید بچه ها، این میگه که من تا یک مایکروولت میتونم سیگنال تو خروجی ببینم هنوز. وقتی سیگنالم RMSش یه مایکروولت، اینو میبینم. مثلا یه مایکروولته، همون قدم نویز دارم دیگه، RMSش همون قدم. یه همچین چیزی میبینید. نه اگر رو اسکوپ هم تماشا کنید، بیم اسکوپ رو اینجوری میبینید. RMS این دوتا نویزه با چیز تقریبا یک. اینو میبینم. سیگنال رو دیتکت میکنی، اما این به درد اندازه گیری نمیخوره. نه واقعا نمیتونی بگی که آقا دامنه این سیگنال چقدر هستش، به اضافه منهای 100% خطا داری. جاهایی که داری اندازه گیری دقیق میکنی، میخوای مثلا چی؟ یه چیزی رو با دقت اندازه گیری کنی. مثلا یه سنسور درجه حرارت داری، میخوای با دقت درجه حرارت رو اندازه گیری کنی، دیگه این به کارت نمیاد، چون این با دقتش خیلی خرابه. نه از سنسور سیگنال رو گرفتی 1000 برابر تقویت کردی، نه که سیگنال کوچولوه. ببین خیلی خطای درجه حرارتی که میخونی خیلی چیه، زیاد هستش. تو این مواقع باید چیکار کنن؟ بدتر میشه که. ایشون میگه چند طبقه تقویتش کن، ها؟ چند طبقه تقویتش کن. اتفاق نمیفته که هم نویز داری هم سیگنال داری، این دوتا اینجا. هرچی تقویتش کنی هر دوشون با هم تقویت میشن. یکی میگفت لو پاس فیلترش کنی. میشه، آفرین، میشه دلتا اف رو کم کرد، مشروط برای اینکه سیگنال تو پهنای باند کمتری باشه. اگه بگم این سنسور من داره یه درجه حرارت یه چیزی رو اندازه گیری میکنه که اون چیزم داره مثلا با چه میدونم با تو پهنای باند 1 کیلوهرتز با فرکانس چند صد تا 1 کیلوهرتز داره تغییر میکنه، اون وقت نمیشد فیلتر کرد. اما اگه نه، بگیم تغییرات سیگنال حرارت سلو هستش، پهنای باندش کمه، آفرین به اونی که گفت. بیام خب اگه مثلا سیگنال 10 هرتزه، برای چی تا 1 کیلوهرتز من دارم پهنای باند رو تماشا میکنم؟ پهنای باند تو کم کن، بیار تو نزدیکای 10 هرتزش کن، مقدار خوبی نویز حذف میشه. ها این یک دیگه چی؟ اگر نه هیچ کاریش نمیشه کرد. ببین این نویزه اینجا نشسته، واقعی هم هم ها؟ پهنای باندمون هم گفتیم نمیتونیم دست بزنیم. اون صفر قطب و اینا که شما میگی میخوای پهنای باند رو انگولکش کنی، من بگم باید بری یه دونه آپمپ بهتر بخری، یعنی بری به آقای آجودانی تو آزمایشگاه بگی آقای آجودانی حالا یه آپمپ به من بده که منبع معادل نویز ولتاژش به جای اینکه مثل ایشون باشه به دلتا اف 10^15 ولت با قوه 2 هرتز کمتر باشه. میبینید بله، دیتا شیت رو که ورق میزنید آپمپایی هستن که مقدار بسیار بسیار قابل توجهی نویزشون از این کمتر هستش. توی کیس هایی که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، اون وقت میتونید از اون آپمپ ها استفاده کنید که به اونا میگن آپمپ های لو نویز، که احتمالا تو درس های پایین بهش اشاره شده. اما 741 هم میبینید تا 1 مایکروولت مینیمم دیتکتبل سیگنال داره. حالا اگه دقت بیشتری خواستید میشه چند ده یا چند صد مایکروولت. اینجور نیستش که تا یه سیگنال نسبتا کوچولویی داشتید نیاز باشه که برید آپمپ لو نویز استفاده کنید. این هم از این قضیه. سوالی دارین؟ من مبحث نویز رو اینجا خاتمه میدم. آماده شدیم که تو سیماسک تازه بشینیم چیکار کنیم، نویز بخونیم و مدارهای لو نویز تر کنیم و از این چیزهای خوب یاد بگیریم. این دیگه تا ابد دنبالتون میاد. باز مدارهای RF هم که یاد میگیرید اونجا حدس میزنید به حسابی درگیر نویز خواهید بود. چرا؟ سیگنال ها کوچیکن، دنیا هم که نویزیه، در نتیجه هی باید بیشتر و بیشتر و بیشتر یاد بگیریم با مدارهای نویزی بهتر کار کنیم. این هم از این. اما برای الکترونیکسمون فعلا کافی هستش. سوالی دارید؟ چرا تو تا ورودی مدار تحفظ بدی اونجا
اونجا چیزش بهتره. مدار تفاضلی رو هم بذارین من براتون بگم و بحث رو ختم کنیم. ما مجبوریم یه خورده سریعتر ختم کنیم. علت اینه که ما این ترم یه ماه از دست دادیم دیگه. دو هفته که این ور تعطیله، یه هفته شما عید رفتید، سیزده بدر و هفت چیدید و اینا. دو تا چیزام بهمون خورد. تعطیلی هم خورد شد یه ماه، به همین آسونی عمرمون از دست دادید. منم مجبورم به اندازه این یه ماه کم شده هی از این ور اونور درستون بزنم دیگه. تا اینجا رو هیچ چی نزدیم از این. در حقیقت من یه کمی از نویز زدم، بقیه‌اش هم از ام او اس می‌زنیم. چرا؟ هیچ ضرری نمی‌کنیم. تو سیماس همش رو عمیقاً می‌بینیم، مشکلمون حل میشه. همینقدر بسمونه. یه ماه رو در حقیقت از آخر ترم زدیم، به جای اینکه از چیزای خوبی که یاد گرفتیم بزنیم. چی پرسیدی من می‌خواستم جواب بدم؟ مدار تفاضلی به عکس که اون چه شما میگید، نه نویزش بدتره نسبت به مدار تنها. چرا؟ من یه مدار تفاضلی براتون میکشم. این دوتا ترانزیستور هم دوتا منبع معادل نویزشون رو بذاریم، فعلا ولتاژشون رو اصلا بذاریم که پیچیده نشه. این منبع معادل ولتاژ این، این هم منبع سیگنال هم و این هم سیگنال هم VS و RS. خوبه؟ این منبع VI1 مال Q1، این هم Q2، این VI2، اینم منابع انباز دوباره درایو اند دیفرانسیل. ببینید این یه گینی داره این مدار از ورودی. مثلا اگه گین دیفرانسیلش رو نگاه کنیم، وی آی دی دوم منهای وی آی دی دوم، یه گینی داره که هستش چی؟ به اندازه یک کامان میتر. نه گین این مدار هست. اگه آر اس صفر بود جی ام آر سی، حالا که آر اس صفر نیست، آر سی به آر اس به اضافه آر ام، مشروط برای اینکه خروجی دیفرانسیل باشه. اگر خروجی سینگل اندد باشه یه دوم هم دارم. تا اینجا واضحه؟ حالا میبینید اگه یه دونه ایمیتر مشترک داشتم، یه منبع نویز داشتم، حالا چی دارم؟ دو تا ترانزیستور دارم تو طبقه دیفرانسیل، دو تا منبع نویز مستقل از هم دارم. یعنی چی؟ مین اسکوئرشون تو خروجی با هم جمع میشه، در نتیجه نویزم مین اسکوئرش به نظر میاد اگه اینا حدود هم باشن دو برابر میشه، کم نمیشه. پس این مال این. چجوری حساب میکنید؟ یادتون باشه این وی آی دوه. چجوری؟ یادتون باشه اینا هیچ ربطی با هم ندارن. این مال Q1ه، این مال Q2ه، کورلیشنشون صفره. باید جدا جدا باید حسابشون کنن. اول میرن سراغ VI1، منابع که زمینن. این گولو نخورید که گین دیفرانسیل دارم، حالا اینام رفتار دیفرانسیل دارم، منابع زمین. حالا اولی رو میگیرم VI1، اینو صفر، جمع آثار دیگه. حالا اینو میخوام تو خروجی حساب کنم. حالا از روشایی که بلدید حساب کنید. میگید این یه مؤلفه کامن مود تو خروجی داره، یه مؤلفه دیفرانسیل تو خروجی داره. اگر این منبع ایدئال باشه، کامن مودش لابد صفر، دیفرانسیلش اینجا میدونید هم VI1 دوم، اینجا منهای VI1 دوم. حالا اینا یه منبع انا ها دیگه جمع میشن با هم دیگه، خروجی رو به دست میارم. بعد برای VI2 هم همین کارو میکنم، خروجی رو به دست میارم، مین اسکوئرشون رو با هم جمع میکنم چون کورلیشنشون صفر هستش. حالا اگه کامن مود هم داشتم، اثر کامن مود اینها رو هم باید میدیدم. این یه نکته. میبینی دیفرانسیل نویز هم زیاد شد. اول به تمام میشه دیگه، باید جمع کنی دیگه، امتحانش کن ببین چی عذاب در میاد. امتحان کن دیگه. این یک. دوم چی؟ منبع، این منبع جریانه. اگر این هم نویز داشته باشه، نویز اینم میاد تو خروجی. منتها یادتون باشه اگه مدار کاملا بالانس و متقارن باشه، نصف این ور میاد، نصف این ور میاد، به صورت کامان مود ظاهر میشه. خروجیم دیفرانسیل باشه نمیبینمش. راضی؟ این هم از این. دیگه چی؟ دیگه همین دیگه. این میشه تقویت کننده یه دیفرانسیل. مقاومت های کالکتور هر دوشون نویز دارن، نویز هر دوشون تو خروجی ظاهر میشه که وقتی که دارن خروجی رو دیفرانسیل میبینه. رازین؟
لذا چیه اتفاقی که میفته اینه که توی خروجیم نویز اینو میبینم، نویز اینو میبینم، نویز اینو میبینم، نویز اینو میبینم. چی؟ منابع جریان من نذاشتم. منابع جریانت اینجان. این اگر مدارت بالانس و متقارن باشه نصفش میاد اینجا، نصفش میاد اینجا. خروجی رو دیفرانسیل بگیری نمیبینی، اما اگه خروجی رو سینگل اندد بگیری باز میبینیش. منابع جریان دیگه هم چیه؟ مال ترانزیستورام، یکی اینجاست یکی اینجاست. میتونم با کیبل KCL حل کنم بنویسم، میتونم کلک بزنم بگم اینو جدا میکنم، یه منبع جریان اینجا دارم، یه منبع جریان اینجا دارم، این رو میتونم جدا حساب کنم، این رو جدا حساب کنم، با هم جمعشون کنم، چون من آسون تره برام تا کیبل جدا کردن. این که نصف میشه این و نصف میره آسونه دیگه. اینم که نویز چی؟ ما اون نویز رو نگاه نکردیم اصلا. چرا دیگه؟ اون نویز هم غالبا به صورت کامن مود ظاهر میشن که این حذفشون میکنه. ما اون نویز رو گفتیم کاری نداریم دیگه اولته. جواب تو گرفتی؟ ها؟ اینا رو دیگه تو تمرین خواهید دید. یه تمرین بهتون میدم اینا رو حل کنید ببینید. شما هم اون وقت قضیهتون رو میبینید. ببین این اینو میگی این آره این تیکش نه دیگه. چی؟ این بود. من کلک زدم گفتم به جای اینکه KVL KCL بنویسم این منبع جریان آی بیس جریان معادل ورودی Q1 میتونی KVL KCL بنویسی. اینا صفر میشن، KVL KCL برای این بنویس، این هم صفر میشه. اثر دونه دونه شون رو تو خروجی میخوای حساب کنی دیگه، KVL KCL بنویس حساب کن. من کلک زدم گفتم به جای KVL KCL یه منبع جریان اینجا دارم، یه دونم اینجا دارم دیگه، اینو جدا کردم، جمع آثار حل میکن. راضی شدین؟ بس دیگه نویز دیگه، بیشتر از این نمیخوام اصلا بریم جلو. میخوام تو اون وقت خیلی کمی که باقی مونده از ترم برامون حداقل یه صحبتی راجع به MOS بکنیم که شما آماده شید. برای اونایی که گرایششون الکترونیکی حتما باید سیماسیکو ببینن، حالا که دیگه حتما باید ببینن چون تو الکترونیکی هم درست نمیبینیمش. میخوایم بره MOS بخونیم. حاضرین؟ من اول بهتون بگم چرا میخوایم MOS بخونیم، بعد شروع کنیم MOS خوندن. چرا دوست داریم MOS بخونیم بچه ها؟ چیه؟ چون خیلی پرکاربرد. ایشون میگن چون خیلی پرکاربرده. یعنی چی؟ حرف بدی نمیزنه. یعنی چی پایلی پرکاربرده؟ خود بگو دیگه، حالا یه جمله گفتی معنیش کن برای ما. یعنی چی پرکاربرده؟ آفرین آفرین. ایشون میگه اغلب من آی سی ها و مدارا و دستگاه هایی که باز میکنم تماشا میکنم MOS هم راست هم میگه. میگه کامپیوترم که حتما همه چیز توش، حالا بیشتره خیلی 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 زیادش MOS هستش. این که یکی یعنی چقدر چند تا ترانزیستور تو کامپیوترم دارم، مثلا چند میلیارد ترانزیستور دارم، نه با مموریش و پروسسورش و اینا، خیلی چندین میلیارد ترانزیستور دارم، همه MOS هم. حالا ممکنه تو منبع تغذیهش هم یه ترانزیستور بایپولار باشه که یک در مقابل چند میلیارد کیچی بلش کن. دیگه کجا تماشا کردی؟ جاهای دیگه هر ماشین حسابت هم نگاه میکنیم، این ایداد بیداد، اینم که MOSه که، نه؟ سلفونت هم که باز میکنیم میبینیم ای بابا اینم که MOSه که. یعنی چی؟ یعنی به نظر میاد که توی دنیا همین الان که ما داریم حرف میزنیم یه عده‌ای دارن هی از این آی سی ها میسازن، این ترانزیستورها رو میسازن، نه هر آی سی که میسازن دارن ترانزیستور میسازن دیگه، بغل هم بغل هم بغل هم. به نظر میاد هر چند هزار میلیارد یا چند صد میلیارد ترانزیستور MOS که میسازن یه دونه بایپولار هم در مقابلش دارن این روزا میسازن، نه؟ به نظر اینجور میاد دیگه، چون شما نگاه کنید دیگه این دستگاه ها غالبا توشون
MOS هستش تا بایپولار. مگه مثلا بعضیاتون این دیش ماهوارتون مثلا یه چیزای بایپولار هم توش باشه، مثلا چه اتفاقی افتاده؟ میبینم که مثلا به ازای هر یه ترانزیستور بایپولاری که تو دنیا ساخته میشه چندی میلیارد MOS ساخته میشه، یا بیشتر، حالا یه عدد رو هرچی میخواییم شما بزرگش کنید. پس نتیجه میگیرم حتما باید این موجودی رو که این همه ساخته میشه رو یاد بگیرمش چیه دیگه. اصل داستانم شد این MOS که نه، همین دلیل کافیه که ما شروع کنیم MOS خوندن. اما شما میتونی حالا یک صحبتی رو مطرح کنی، پس برای چی بایپولار خوندی؟ اگه یک در مقابل انقدر میلیارد، چرا تعطیلش نمیکنم؟ اون یه دونه هم تعطیل کنیم دیگه، نسازیمش، MOS بسازیمش. موضوع چیه؟ بذارید من براتون بگم. میبینیم که بله این هستش، واقعا اینجوریه که تعداد ترانزیستورهای بایپول اگه بشمریم، بایپولار که ساخته میشه در مقابل MOS خیلی خیلی کمتره، به خصوص اینکه توی دنیای دیجیتال عمدتاً اون چه که ساخته میشه MOS هستی. تو دنیای دیجیتال هم که حد میزنین دیگه، ترانزیستور به وفور مصرف میشه. وقتی میگی یه مموری دارم مثلا دونم 100 مگابیت این مموری من داره، یعنی چی؟ 100 میلیون حداقل اگر مثلا داینامیک هم باشه 100 میلیون ترانزیستور اونجا خوابیده، اگر استاتیک باشه که دیگه بیشتر خوابیده. یعنی تو دنیای MOS که خیلی هم ترانزیستور مصرف میشه، میبینیم که ترانزیستور MOS دوتا خاصیت داره که این دوتا خاصیتش باعث میشه که ما خیلی دوست داشته باشیم ازش استفاده کنیم. این دوتا خاصیتش، یکی اینه که خیلی کوچولوه. این کوچیک بودن چه مزیتیه؟ نسبت به بایپولار یه ترانزیستور MOS کوچیکتره. چرا؟ این چه مزیتیه بچه ها؟ وقتی کوچیک هستش تعداد بیشتری رو میتونم روی چیپ بذارم. اندازه چیپ یه مقدار محدودی است به دلایلی که تو درسای بالاتون میخونید. ها؟ از یه اندازه بزرگتر نیست. مثلا میگم از یک سانت در یک سانت، از یک و نیم سانت در یک و نیم بزرگتر نمیگیریم، گرچه میتونیم ها، بزرگتر نمیگیریم مثلا یک سانت در یک سانت. حالا اگه سطح چیپ بزرگتر یه حد بالا داشته باشه اندازش، حالا هرچی اندازه ترانزیستورم کوچیکتر باشه تعداد بیشتری میتونم روی چیپ بذارم، نه؟ حالا مموری های بزرگتری میتونم بسازم. دیدین چقدر خوشحال میشی؟ یکی میاد میگه فلشت چقدر؟ شما میگه مثلا 5 گیگه، اون میگه مال من 10 گیگه، اون میاد میگه من 40 گیگ شده این روزا، خریدم یکانم پولشو دادم. ها؟ چرا؟ چجوری تونستم هر دفعه اگر الان نخری 6 ماه دیگه بخری باز بیشتره. داریم یاد میگیریم چی؟ این دیوایس رو کوچیک‌تر کنیم، تو اون اریایی که به من میدی چیکار کنم؟ ترانزیستور بیشتری بذارم، مموری بزرگتری بسازم، مثلا پروسسورهای قوی‌تری بسازم چون گیت‌های بیشتری دارن، نه؟ پس اندازه خیلی برام مهمه. این یه خاصیت ترانزیستور MOS. یه خاصیت دیگه هم داره که خیلی خیلی این خاصیت هم مهمه. نه ببین، جمله‌ای که ایشون گفت اصلا درست نیست. میگه مصرف توانش کمتره. چرا این حرف درست نیست بچه‌ها؟ مصرف توان رو مدار تعیین میکنه. خود دیوایس که رو هوا بذاری بیچاره اصلا مصرف نداره. یه ترانزیستور رو اینجوری رو هوا بگیری یا بایپولار رو بگیری مصرف داره بیچاره؟ نداره که. تو مدار مصرفش معلوم میشه. میبینم با ترانزیستور MOS گیت های لاجیکی میتونم بسازم که بهشون میگن گیت های CMOS. شنیدین؟ تو درس لاجیکتون دیدین. اونجا هستش که مصرف توان DC، یا بگیم بهتر بگم استاتیک این مدارا خیلی کمه. DCشون صفره، استاتیکشون خیلی کمه. فقط چی؟ اگر من بیام با ترانزیستورهای MOS NMOS و PMOS رو با هم قاطی کنم و یه گیتی بسازم به اسم گیت CMOS، این گیت CMOS مصرف توان استاتیکش خیلی کم یا صفره. فقط اینه ها؟ چون با ترانزیستور MOS میشه اون گیت ها رو با اون شکلی ساخت که تو CMOS میسازیم، مصرف توان خیلی پایین میشه. پس این دوتا خاصیت خوب
کمک من میکنه که بتونم تعداد زیادی ترانزیستور رو چپ بذارم، هم چون کوچیکن میتونم رو چپ بذارمشون، هم مصرف توانشون چون کمه. ببین بچه ها، اگه مثلا 500 میلیون گیت روی چپ داشته باشید، 500 میلیون گیت، این هنوز از این پروسسورهایی که شما تو لپتاپتون دارین کوچولوتره. 500 میلیون گیت نوشته، درست نوشتم؟ این 500 هزار تاست مثلا، خوبه، یه پروسسور خیلی خوبه گردن کلوف نوشتم، 500 میلیون گیت. هر گیتی، هر گیت لاجیکیم، هر اینورترم، هر نند گیتم، لاجیک خوندید دیگه، توان خیلی کمی مصرف کنه. یه مایکرووات، یک مایکرووات، یک مایکرووات، 500 میلیون گیت، ببینیم چقدر مصرف میکنه. یک مایکرووات ضرب در 500 میلیون میشه 500 وات، نیم کیلووات نمیشه. حالا فهمیدی چرا سیماس لازم دارم؟ فهمیدی یه مایکرووات هم نمیتونم. اگه همشون با هم حالا میسوزوندم، من دارم مثالا رو یه خورده مبالغه آمیز میزنم که شماها چیکار کنید، شماها مطلب رو خوب بفهمید. میبینید یعنی چی؟ یعنی برای اینکه من این پروسسورهای عالی شما رو بسازم، ها، این مدارهای دیجیتال خیلی عالی با پرفورمنس زیاد بسازم، دو تا خاصیت لازم دارم. یکی دیوایس هم کوچیک باشن که بتونم این همه رو رو چیپ بذارم. یکی دیگه اینه که مصرفشون کم باشه. اگه مصرفشون زیاد باشه این همه گیت رو چیپ بذاری، خب توان بالا میره دیگه، نمیشه. نه؟ این دو تا خاصیت که یکیش از سیماس شدن تکنولوژی ام او اس میاد، یکی دیگهش از خود MOS میاد که کوچیکه، باعث میشه که ما بتونیم توی دنیایی کار کنیم به اسم VLSI. شنیدین دیگه تو درس لاجیکتون دیگه، Very Large Scale Integrated Circuit، ها؟ Integrated Circuit های خیلی Large Scale. حالا من دستم اینجوری میکنم، چپه کوچیکه ها، زیر میکروسکوپ میتونم. این دنیای VLSI هست که این لپتاپ های عالی رو به شما میده، این آیفون خوشگل اپل رو بهتون میده که چیکار میکنید باهاش، همه کار میکنید، تبلت رو بهتون میده. همش هنر این دوتا خاصیت بود. دیوایس ها خیلی 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 کوچولو میشن، ها؟ دوم این که چی؟ دوم این که میتونیم پاور کمی تو دنیای دیجیتال داشته باشیم. خیلی خوب، هی من دارم این پسوند دیجیتال رو دنبال خودم میارم، حواستون هست؟ MOS عوضش یه ABM داره. وقتی با بایپولار مقایسش میکنم، میبینم ترانزیتورهای بایپولار بزرگتره، گیت های دیجیتالی که باهاشون ساخته میشه به این لو پاوری حداقل تو فرکانس های پایین نیستن، ها؟ اما یه خاصیت دارن که هیچ جوری نمیشه ازش چشم پوشی کرد. اون چیه؟ من میگم پرفورمنسه، شما میگید فرکانسه. میتونستی تو دنیای دیجیتال بگی سرعته، ها؟ تو دنیای امپلیفایر و اینجور چیزا میتونی بگی فرکانسه. وقتی که پرفورمنس میخوام، ها؟ وقتی پرفورمنس میخوام، وقت نمیتونم بایپولار چشم پوشی کنم. هر وقت مدارهای دیجیتال فوق العاده سریع میخوان، مثلا هر وقت مدارهای آنالوگی میخوان که پرفورمنس عالی داشته باشن، مثلا نویز خیلی خوب داشته باشن، سرعتشون خیلی زیاد باشه، رفتار فرکانسیشون خیلی عالی باشه، از بایپولار نمیشه چشم پوشی کرد. برای همین یه جای دنیا هستش که این بایپولار یه سرزمینی رو برای خودش امن و امان انتخاب کرده، محکم سر جایش نشسته. میبینید که وقتی که پرفورمنس میخوایم، مثلا وقتی که با مدارهای MOS دارید کار میکنید، دیجیتال و آنالوگ و اینها رو چیپ میسازید، به محض اینکه نیاز به پرفورمنس دارید، بهتون میگن شما میتونید پروسس بای سیماس استفاده کنید. شنیدید؟ بای سیماس استفاده کنید. این چیه؟ میگه یه پروسسی است که هم بای پولار بهت میدم، هم MOS بهت میدم. چرا؟ پرفورمنس که میخوای بای پولارا رو مصرف میکنی، بقیه عملیات تو با چی؟ با MOS انجام میدی. لذا چیه؟ از این آقای بای پولار نمیشه چشم پوشی که. باز برای همینم هم باز میبینی همه میخوننش، همه یادش میگیرن، همه باید بتونن باهاش کار کنن. وقتی پرفورمنس میخوام، دنیای بای پولار برام جدی هستش. اما از دو بر از MOS هم باید یاد بگیرن، چون میبینید چقدر زیاد ترانزیستور MOS استفاده میشه. خیلی خوب، توی دنیای MOS
درسته که این عمدتا امتیازش توی مدارهای دیجیتاله، نه؟ حالا ما یه گرفتاری داریم، ما همه دنیا رو میخوایم روی چیپ بذاریم، یه سانت در یه سانت مثلا، همه دنیا رو میخوام روی چیپ بذارم، همه سلفون شما میخوام روی چیپ باشه، حالا ایشالله همه آیفونتون رو دلم میخواد روی تعداد محدود خیلی کمی چیپ بذارم، ها آی سی بذارم که بتونی چیزی به این کوچولویی رو با این پرفورمنس عجیب غریب بذاری تو جیبت، مصرفش هم کم باشه، همش باید روی چیپ باشه. خیلی خوب، روی این چیپ من مجبورم این مدارهای دیجیتال رو بذارم، نه؟ مموری میخوام، نمیدونم پروسسور میخوام، دفترچه یادداشت میخوام، این کارهایی که دیجیتالی انجام میدید. اما چیه؟ یه قسمت آنالوگ هم داره دیگه، این تلفنته، باید ریسیو کنی اون سیگنال کوچیک رو، تقویت کنی، میکسش کنی، دیماجولیتش کنی، همه این کارهای آنالوگ رو هم انجام بدی، اونم باید روی این چیپه باشه. این آنالوگت آبی. من دوست داشتم شاید بعضی و خیلی بیشتر وقتا شاید دوست داشتم این آنالوگه رو با بایپولار بسازم چون پرفورمنس به هم میده، اما چی؟ متاسفانه همشو باید روی دنیا رو روی چیپ بذارم دیگه، چون دیجیتاله با بایپولار خیلی عالی در نمیاد، دیجیتاله رو عمدتاً با چی؟ MOS ساختم. اگه بخوام آنالوگرم رو همون چیپ بذارم، با آنالوگرم با MOS بسازم. لذا ما مهندسای الکترونیک مجبوریم که خیلی از اون مدارهای های پرفورمنس هم یاد بگیریم با MOS بسازیم. ممکنه حالا به اون عالیی که دلمون میخواست در نیاد، اما باید یاد بگیرم با MOS. فهمیدین چرا؟ چون باید رو همون چیپی بذارمش که دیجیتال رو ساختم. حالا ای به MOS چیه؟ ای به MOS اینه که اون پرفورمنس رو نداره. ریشش کجاست؟ اینه که در شرایط مساوی ترانزیستورهای بایپولار GM خیلی بهتری دارن. همینه ریشش. ترانسکاندکتنس خیلی بهتری دارن. این باعث میشه که چی؟ پرفورمنس خیلی بهتری بدن. این رو خواهیم دید. حالا مدارهای MOS یاد گرفتنش و کار کردنش آسون تر از بایپولاره، لذا کسی که بایپولار رو یاد گرفته مثل شماها که یاد گرفته، خیلی سریع MOS رو یاد میگیره، عکسش به این سرعت نیسته، چون MOS ساده شده مدار معادله هایبرید پای و اینا ساده شده یه بایپولاره. از این ور خیلی راحت میشه این وری رفت، از این ور به این راحتی، حالا یه خود کار میبره دیگه که یادش بگیرید دیگه. برای همین مسیر درسی ما هم اینجوری شد، اول بایپولار رو یاد گرفتیم، حالا میبینید با چه سرعتی ما میتونیم تو دنیای MOS شنا کنیم، بریم چیزای عالی یاد بگیریم. سه‌شنبه این کارو شروع میکنیم، عصرش هم یه فوق‌العاده میذاریم که فیزیکش هم با هم دیگه دوره کنیم، ها؟ تا سه‌شنبه.